راجب این کتابا من قبلا صحبت کردم. این یکی از 12 جلد که تاریخ سیاسی آمریکا رو از سال 1775 تا 1820 شامل میشه. بعد این جلد پنجمشه، همشون هم توسط این آقای پیتر اونف ویراستاری شدن. این جلد پنجمش تماما در مورد قانون اساسی آمریکا است، پس در رابطه با این مقاله های فدرالیستی که ما میخونیم خیلی اهمیت داره و خودش هم مقاله اول رو نوشته و توش کلی راجب دید مورخ‌های مختلف صحبت میکنه و تمام هر کدوم از این 12 جلد اولشون یه چند تا کتاب معرفی میکنه که برای این جلد ببینید همشون additional reading دارن و چند جلد کتاب معرفی میکنه که میگه این مهمترین کتاباییه که اگه بخواید یه دید اجمالی داشته باشید به این برنامه. منتها اینو سال 1991 اومده بیرون و من مطمئن هستم که از اون وقت به تا حالا چند تا کتاب خوب دیگه بیرون اومده که ایشون اضافه میکرد به این لیست. اتفاقا اینجا پیارسال تو همین دانشگاه اوکلاهاما اومده بود که صحبت بکنه، من متاسفانه نتونستم ازش بپرسم که چه چیزی به این لیست اضافه میکنه. حالا اگه بشه یه ایمیلی براش میفرستم، منو که نمیشناسه ولی خب اینا محبت میکنن، بعض وقتا جواب میدن، دیر یا زود جواب میدن و آدم شاید یه لیستی چند تا کتابی دیگه به این لیست اضافه میکنه. در هر حال همه این 12 جلد رو نگاه بکنید، مخصوصا این قسمت additional reading که کتابایی رو معرفی میکنه، میگه 100% باید نگاهی بهش بکنید که کمک میکنه در این مسئله مطالعه مسئله فدرالیسم. البته فدرالیسم در بنیانگذاریش و سالهای اولش، چون همون جوری که بهتون گفتم ما میخواییم تاریخ تمدن آمریکا رو در این چند صد سال گذشته مخصوصا در این 200 خورده سال نگاه بکنیم، چون بعد از جنگ داخلی و نوشته شدن متمم قانون اساسی 13 و 14 و 15 مخصوصا 14 یه انقلاب بزرگ دیگه در آمریکا شد و من گفتم قبلا که من اصلا انقلاب آمریکا رو من در سال 1965 فکر میکنم تموم شد، ولی خب ما فعلا میریم با این تاریخی که آمریکایی‌ها تا حالا بهش عادت کردن.